بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی را شکر میگوییم، سپاس الله میگوییم که به ما عمر دیگر دادند که بتونیم این روز جدید را در طاعات و عبادات در رضای او به کار ببریم. درود و سلام خداوند بر پیامبرش محمد مصطفی که این دین را به ما رساند و این مشعل هدایت را به جهانیان هدیه داشتند، و درود و سلام خدا بر زنان و فرزندان، خیشاوندان و یاران رسول الله که این دین را بعد از رسول الله به جهانیان رساندند، و درود و سلام خدا بر همه مؤمنین و مؤمنات و بر شما بینندگان عزیز. امروز صحبت خواهیم داشت در مورد ما چگونه به استقبال این ماه بزرگ برویم، ماه مبارک رمضان. خب وقتی که شما یک میهمان عزیزی براتون میاد، آمادگی میگیرید، آماده میشید. ماه رمضان ماهی است که ما باید آماده بشیم براش. میهمان بسیار عزیز و بزرگی است که در سال یک بار بیشتر نمیاد. امکان داره سال بعدی دیگه ما نباشیم که به استقبال این ماه برویم، به استقبال این میهمان عزیز برویم. به استقبال رفتن این میهمان عزیز به معنای آماده شدن و جمع‌آوری مواد غذایی و از این حرفا در ماه مبارک رمضان نیست، بلکه آماده شدن دیگری است که بسیار با ارزش هست. اولا ما به استقبال میهمانی میریم که در هر شب آن خداوند گروهی از بندگان را اهل بهشت قرار میدهد. به استقبال ماهی می رویم که خداوند برای هر بنده مؤمنش دعایی که 100% اجابت می شود قرار داده. هر شب تو یک دعایی خداوند برات قرار داده که این میهمان به این عجب میهمانیست. هر شب که ما با این میهمان هستیم خداوند دعای ما را قبول میکنه و گروهی از بندگان به بهشت میروند. به استقبال میهمانی میریم که وقتی که انسان از این میهمان خوب پذیرایی کنه، روزش خوب بگیره، به خاطر ایمان و اجر و پاداش از خدا میخواد، خاطر ریا نیست، خداوند گناهان اونو میبخشه. کسی که شبهای در شبها با این میهمان باشه، قرآن بخوند، نماز بخوند، خداوند گناهانش رو میبخشه. به استقبال ما میهمانی میرویم که با اومدن این میهمان درهای بهشت گشوده میشه، درهای جهنم بسته میشه. چه عزیز میهمانیست، چه بزرگ میهمانیست که با خودش این همه رحمت میاره. لطف آزاد شدن انسان هست. به استقبال ما میهمانی میریم که در شب، یکی از شبهایی که ما با این میهمان عزیز خواهیم بود ارزش بسیار بزرگی داره، که شب نزول قرآن بوده و برابر با هزار ماه هست. یک شب ارزش هزار ماه رو داره. پس چه عزیز میهمانیست. حالا ما باید
چگونه بریم به استقبال این میهمان پرخیر، این میهمان عزیز؟ به استقبالش نه اینکه انسان فقط بیاد مواد غذایی را انبار کند، آماده بشه، خیال کنه که آماده شدن برای رمضان این هست، یا بخواد از الان مثلا برای عید برنامه ریزی کند، لباس های نوی که بخواد درست کنه. آماده شدن دیگری است. وقتی که آسمان آماده میشه، آسمان ها به استقبال این ماه میرن، این میهمان عزیز میرن، آسمان ها به استقبال این میهمان عزیز میرن، خب شایسته ماست که دیگه این برای ما قرار داده شده، این میهمان ماست. ولی چه میهمان عزیزی است که آسمان ها هم به استقبالش میرن، جشن گرفته میشود در آسمان ها با اومدن این میهمان، که این میهمان میاد چه جشنی گرفته میشود، چه عزیز میهمانی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که با شروع رمضان، با اومدن این میهمان عزیز، صفدت الشیاطین و مردت الجن، سران شیاطین به غل و زنجیر کشیده میشن. را دقت کنید که خداوند این میهمانو چقدر پرخیر قرار داده، میهمانیست که چقدر خیر همراهش میاد. ما اگر یه میهمانی برامون میاد که میهمان مهربانی باشه، دست و دلباز باشه، میهمان با شخصیتی باشه، مردم وقتی همه میان دیدنش، خب چقدر خوشحال کننده هست و چقدر به ما، برای ما با ارزش هست، در بین افراد جامعه هم برای ما یه ارزشی به وجود میاره. حالا ببینید که این میهمان داره میهمان همه ماست، میهمان همه خونه های ماست، میهمان فرد مشخصی نمیشه که بره فقط خونه یکی و باقی برن به دنبالش، به دیدنش، میهمان همه خونه های ماست. و خیر و برکتی که داره برای همه ماست. اولیش اونهایی که اهل شر هستن به غل و زنجیر کشیده میشن، شیاطین، اون کسانی که میان شر رو برای مردم زیبا جلوه میدهن، خیر رو سنگین و بد نشون میدن به مردم. چه عزیز میهمانیست این. یک. دو، و فتحت ابواب الجنه، ببخشید، و غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب. فتح، غلقت، شدت این درها بسته میشه که هیچ دری از درهای جهنم باز نیست. و فتحت ابواب الجنه فلم یغلق منها باب، درهای بهشت به شدت گشوده میشود و دری از آن بسته نیست. خب این منظور اینه که اموری که انسانو به طرف خیر میکشونه خیلی زیاد هست، و اموری که انسان رو به طرف شر میکشونه درهاش بسته شده، راهاش بسته شده. و آمادگی که این میهمان در انسان به وجود میاره برای فعل خیرات، فعل حسنات، دور شدن از سیئات، اون رقت قلبی که احساس میکند انسان در این ماه، اون ایمانی که احساس میکند، منظور حدیث این هست، یعنی راه‌های خیر خدا در این ما بسیار قرار داده و آسان هست. نفس دیگر الان آسان هست با این روزه گرفتن، با اومدن این میهمان. این میهمان کارهای خیر رو برای تو آسان میکنه، کار شر رو بر تو سخت میکنه، نمیتونی انجام بدی. خب این سه تا از خوبی های این میهمان بود، سه تا. الان چهارمیشو ببینیم. هر شب
که شما با این میهمان هستید، فرشته‌ای ندا میزند یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر. کسی که دنبال خیر هست الان وقتش هست، بیا روی بیار. ای دنبال شر، ای شر خواهان، ای شر خران، دست بکشید، دیگه وقتش نیست. هر شب تا رمضان تمام شود شما در کنار این میهمان هستید، با این میهمان هستید، فرشته ندا میزند، ما نمیشنویم، اما یقین داریم به این خبری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما داده. تخیل کنیم، تصور کنیم و بدونیم که حالا میشنویم این صدا رو، حقیقتا هست دیگه، این ندا فرشته داره میزنه هر شب، هر شب داره این ندا رو میزنه فرشته ای که یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر. خیر خواهان روی بیارید، الان وقتش هست، بهترین وقت هست، بهترین زمان هست. ای کسانی که دنبال شر هستید دست بکشید، بیایید به طرف خدا، بیایید این مائده و سفره‌ای که خدا براتون پهن کرده ازش استفاده کنید. پس این احساس ما داشته باشیم که هر شب فرشته ما را صدا میزده، ما را فرا میخواند. این احساس در وجودمون باشه، صدامون میزده، میریم برای نماز خوندن، نماز فرض، نمازهای سنت، نماز تراوی، بعد قرآن خوندن، صدقه دادن، درس های گوش کردن، خوندن کتاب های مفید، قیام اللیل انسان داشته باشه، دعا داشته باشه. اینها از اموری است که فرشته داره ما را تشویق میکنه که یا باقی الخیر اقبل، تو در طول سال دنبال خیر بودی، الان فرشته داره هر شب صدات میزنه، بیا الان وقتش است، بهترین وقت هست. و شبهای دقت کنید، هر شب، هر شب ندا میزند فرشته. و بعد میفرمایند که در هر شب، در هر شب رمضان، لله اتقا من النار فی کل لیل و ذالک کل لیل، گروهی از بندگان آزاد میشن، میرن به بهشت، بهشتیان هستن، خدا ازشون قبول کرده. اینها دیگه کسانی هستن وقتی که خدا اینها را از اهل بهش قرار میده، یعنی بر این خط میمونند، بر این صراط مستقیم میمونند. اگه عمری داشته باشه یا اگر بعد از اون وفات یابد، اتقای خدا هستن. خدا ما را آزاد کرده. خیلی جالب هست، انسان مغرور نشه، انسان به خودش، به عملش، خدا تا آزاد کرده، همه اینها فضل خدا بوده. فرشته تا رو صدا میزنه، بیا بیا که خدا براتون این سفره را چیده، بیایید به طرف خدا، بیایید به طرف رحمت خدا. این بشارتی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مؤمنان دادن. بشیر هست، بشارت دادن، خب این یکی از مصادیق بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابشون بود، به ما هست که رمضان که میاد چه میهمانی داره میاد، چگونه از این میهمان پذیرایی کنیم. میهمان عادی نیست. میهمان وقتی میاد یه مدت انسان دیگه ازش خسته میشه، امکان داره در ادای حقوقش کوتاهی کند، اما این عجب میهمانی است که او داره همه چیز رو برای ما آماده میکنه، میهمانی است که همه امور رو برای ما مهیا میکنه. با اومدنش شیاطین، رؤوس شیاطین دیگه جرأت ندارن، به غل و زنجیر کشیده میشن،
درهای جهنم گشوده بسته میشه، درهای بهشت گشوده میشود. هر شب ندا میزند فرشته که بیایید به طرف خیر. هر شب خدا گروهی از بندگان آزاد میکنه. هر شب شما یک دعای مستجابی دارید. این دعا فراموش نکنیم پس، که هر شب ما یک دعا داریم، دعای مستجاب شده، خدا اجابت میکند. پس انسان دعا را فراموش نکند، چرا که یکی از اعمال بسیار بزرگ در رمضان دعاست. که خداوند وقتی که در مورد روزه، احکام روزه صحبت میفرمایند، در وسط اینها صحبت از دعا میشه. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وقتی منو بخونن اجابتشون میکنن. عجب میهمانیست. این همه خیر همراه خودش آورده. ما اصلا دعوتی میهمان هستیم. میهمان ما باید دعوتش کنیم. الان این میهمان همه ما را دعوت کرده به این همه خیر و خوبی. خب بس این اولین گامی است که ما باید برداریم و بدونیم، ارزشش رو بدونیم. هر شب این فرشته ندا میزنه. بعد انسان دقت کنید اینجا که در حدیث میفرماند که فرشته ندا میزند، میگه که یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر. خب ما از خودمون که دیگه آگاه هستیم، نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم. از قلب خودمون، از عمل خودمون، از فکرمون، عقیدمون با خبر هستیم. درست امکان داره در ظاهر بتونیم مردم رو فریب بدیم، اما نمیتونیم که خودمون رو فریب بدیم. خدا که نمیشه فریب داد به طور کلی. حالا با خودمون هم صادق باشیم، ببینیم که دنبال خیر میخوایم بریم یا دنبال شر، کدامش میخوایم، گرایش به کدام داریم، به خیر یا به شر. اگه به دنبال خیر خیر هستیم، خیرخواه هستیم، میگه اقبل، رو بیار که الان وقت توست. بهترین زمان برای روی آوردن به خیر هست. اگه دنبال شر باشیم، میگه دست بکش، الان دیگه وقتش نیست. انسان خجالت بکشد، از خدا شرم کند، از این میهمان شرم کند. یا باقی از شر اقصر، دست بردار دیگه، بس است. تا کی؟ با اومدن این ما، این میهمان بزرگ، ماه نجاتت بوده، ماه نزول قرآن بوده، دیگه هم دست نمیکشی؟ دست بکش. شیاطین کوچولوها خیلی فعال میشن تو ماه رمضان در خیلی از کشورها، همه جا. حالا با توجه به حدیث خواهد اومد، تاییم دید که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماند که این ماه بدترین ماه بر منافقین هست، سختترین ماه بر منافقین هست. خب روزه گرفتن براشون سخت هست دیگه. ببینید که تبلیغات اون چیزایی که در مورد رمضان میگن یا در مورد این خیر و خیراتی که در رمضان میشه، چقدر این سنگ اندازی هایی که میشه، اعتراضاتی که میگیرن، آقا مردم باید آزاد باشند، باید رستوران ها باز باشد، باید فلان باشه، هر کی میخواد روزه بگیره، هر کی نمیخواد روزه نگیره، مردم باید آزاد باشند. از این حرفایی که شما ما داریم دائما میشنویم، همه جا هستن. این منحصر به ایران خودمون نیست، همه کشورها هستن در کشورهای اسلامی که این ادعاها رو میکنن، این آرزوها رو دارن. پس از این چیزی که خداوند برای ما قرار داده، رحمت رو به کثرت قرار داده، درهای شر رو به گونه اسبابش رو خیلی تنگ و کوچکش کردن، آماده بشیم پس برای این ماه مبارک رمضان. آماده بشیم واقعا. این کان در ما دیگه اصلا چند روز بعد هم انسان نمیدونه زنده هست، مرده هست، نمیدونه انسان. سال آینده انسان،
ماه مبارک رمضان دریابد. نمیدونیم این ماه این مهمان میاد، ولی آیا ما از جمله کسانی که به استقبالش میریم، به پیشوازش میریم هستیم یا نه؟ الان که هستیم استفاده کنیم، استفاده کنیم. چگونه بریم به استقبال این ماه مبارک رمضان؟ خب معمولاً خیلی هم کن داره به استقبال یک چیزی وقتی فرا میرسد با دف و ساز و نقاره و رقص و از این چیزا میرن جلو، به استقبالش میرن و اونو به عنوان اید مثلا الان معرفی میکنن. اما ببینیم که آنچه که انسانساز هست، ببینید که چگونه میری به استقبالش، چگونه به استقبال این مهمان عزیز بریم. اولین گام این است که ما همین الان از گناهانمون، اشتباهاتمون دست بکشیم، توبه کنیم، استغفار کنیم، دعا کنیم که خدایا گناهان من رو ببخش. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. میخواد رستگار بشید، توبه کنید همه تون، ای مؤمنان، همه مؤمنان، همه نیاز داریم به توبه. این نیست توبه فقط برای انسان گناهکار که نیست، همه ما، همه انسان ها وقتی رسول خدا توبه می کردن، استغفار می کردن، رسول خداست با اون مقامی که داره و ویژگی‌هایی که داره همیشه توبه و استغفار می کردن. خب ما که دیگه من باب اولاست همیشه باید توبه و استغفار کنیم. چقدر اشتباه می کنیم در طول زندگیمون، یک شبانه روز حساب کنیم چقدر اشتباه کردیم. یه وقت توبه از اینه که ما یک گناهی مرتکب شدیم، یه وقتی توبه هست از این که ما یک کار درست رو انجام ندادیم، کار خوب انجام ندادیم، چیزی که خدا به ما دستور داده انجام ندادیم، کوتاهی کردیم. اینا همه نیاز به توبه هست. اعتراف به گناه، اعتراف به نعمت خدا بر خودمون و در مقابل کوتاهی خودمون، این اولین گام هست که توبه کنیم. آماده شدن برای رمضان این گونه هست که خدایا گناهان منو ببخش، من توبه میکنم، من به سوی تو باز میگردم. اما اگر انسان با قلبی که غافل هست بر گناهان همینطور اصرار میکند تا میره وارد این ماه میشه، هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. اون همه ارزشی که برای این مهمان عزیز قرار داده شده شامل تو نمیشه. این همه خیر و خیراتی که این مهمان عزیز داره، این همه بزن و بخششی که داره، هیچی به تو نمیرسه. فقط اون انتظاری که داشتی، میخواستی رفتی به استقبال این مهمان، خودتو خسته کردی. فقط مثل کسی که میره توی صف طولانی بعد هیچی گیرش نمیاد جز خستگی، بعد هم امکان داره بد و بیرا هم میگه. خب اونایی که آمادگیشو ندارند، آماده نمیشند، نمیخوان نفس خودشونو پاک کنند، از روزه گرفتن جز تشنگی و گرسنگی چیز آیدشون نمیشه. پس اولین گام در استقبال این مهمان عزیز توبه کردن هست، بازگشتن به سوی خداست. پشیمون باشیم از کوتاهی‌هایی که کردیم، این گام اول هست. گام دوم اینه که الان دعا کنیم. حالا این گام ها، من این مراحلی که میگم شرط نیست که حتما به این ترتیب باشه. دعا کردن که خدایا من را به این ماه مبارک رمضان برسان، بتونم روزه بگیرم، در صحت و عافیت باشم، بیمار نشم، مسئله پیش نیاد که برم به مسافرت و اجر و پاداش روزه رو از دست بدم، قیامش، تراویحش، اینا رو از دست ندم. وقتی که انسان مقیم هست و صحیح هست، بیمار نیست، مسافر نیست،
خب طاعات و عبادات میتونه به نحو احسن انجام بدهد. اینکه انسان از خدا بخواهد که خدایا به من صحت و عافیت ده که بتونم به استقبال این ماه برم، از این ماه پس از این میهمان پذیرایی کنم و این مدت در کنارش باشم، ازش دور نشم. در اینجا دور شدن بدنی است، یعنی انسان بره به مسافرت، بیمار بشود، نتونه. اینو از خدا بخواهیم. حتی اگه انسانی که امکان داره بیمار باشه، یا انسانی است که خب دائما در سفر هست، مجبور هست، همین که این نیت رو هم داشته باشه کافی است. واقعا نیت صادقانه داشته باشه که ای کاش که من سالم و تندرست بودم و روزه می گرفتم، ای کاش که مجبور نبودم برم به سفر. امکان داره رانده اتوبوس باشه، رانده کامیون باشه، مجبوره، بعد کار کند دیگه. شرع که نمیاد که میگه چون رمضان اومده تو دیگه مسافرت نرو، کار نکن. همین که آرزوش هست که ای کاش میتونست باشد، روزشو درست بگیره، نمازاشو درست بخونه، نماز شبش، نماز تراویشو بخونه، خب این اجرشو داره. دعا کردن، دقت کنید، دعا کنیم، از خدا بخواهیم. این دلالت بر ارزش این میهمان میده که وقتی ما دعا میکنیم که خدایا به رمضان برسم، بعد خوشحال شدن، داریم خوشحال هستیم که رمضان میاد. نه اینکه انسان عبوس باشه، ناراحت باشه که این ماه میاد، بدش میاد. خب بد اومد، بدش میاد که این ماه میاد. خب این از صفات منافقین هست، خوشحال باشد که این میهمان داره میاد، خوشحال باشد از رسیدن این میهمان، میهمانی که سال یک بار میاد و تمام امکانات هم خودش میاره، تمام امکاناتو در اختیارت میذاره، چقدر به تو کمک میکنه. خوشحال شدن، خوشحال باشیم، زیرا انسان وقتی که این در همه طاعات و عبادات باید باشه. نماز میریم باید با خوشحالی، خوشحال باشیم که وقت نماز رسیده، چرا که این صفت منافقین هست که ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، با تنبلی میرن، با اجبار میره. ولی انسان مؤمن طاعات و عبادات رو با خوشحالی انجام میده، با میل و رضای خودش، رغبت داره که انجام میده، خوشحال هست که داره این عبادت رو انجام میده، میره به دیدار پروردگار، خوشحال هست که صدقه میدهد، زکاتشو میده. صفات منافقین چی بود؟ ولا ينفقون الا وهم كارهون، با کره، چیزی میخواد بده با کره، با ناراحتی، اجبار. مؤمن برعکس همیشه خوشحال هست، با خوشحالی این طاعات و عبادات را انجام میده. ماه رمضان رسیده، الان باید ما خوشحال باشیم که داریم میریم به استقبال این میهمان عزیز و بزرگ. خوشحال باشیم، این ماه فرا میرسد، ماه آزادی انسان هست، ماه نزول قرآن هست، ماه رحمت و مغفرت هست. این همه ویژگی ها داره، بعد انسان خوشحال نشود، حقیقتا بعد یه مراجعه کند انسان. این همه خوبی ها، رحمت ها با این میهمان میاد، بعد انسان خوشحال نباشه، این مشکلی توش هست. بعد از این که من خوشحال هستم که خدایا به استقبال این ماه میرم، حمد و شکر خدا کنیم که به این ماه برسیم و رسیدیم. این یک قاعده کلی است که علما ذکر کردن که هر کس که خدا یک نعمتی بهش داد یا این نعمت متجدد شد باز بهش رسید،
یا یک بدی ازش دور شد که شکر خدا کند، حمد خدا گوید، یا سجده شکر کند. از خدا بداند این نعمت. هر نعمتی که از خدا به ما رسید از خدا بدونیم و حمد و شکر خدا گوییم، سجده شکر کنیم. بدی از ما دور شد، باز از خدا بدونیم که خدا این از من دور کرده، شکر خدا گوییم. این که آرزوت باشه که تو بتونی رمضان رو دریابی و بتونی با صحت و عافیت و اینکه مسافر نباشی روزتو بگیری، خب این یک نعمت بزرگی است. این نعمتی که خدا به تو داده آیا مستحق شکر نیست؟ خدا این نعمت به تو داده، عمر بهت داده، نمیدونین که ما یه لحظه بعد زنده هستیم یا نه. این که خدا به تو این عمر داده و این مهمان رو برات فرستاده، این مهمان از سوی خداست، مهمانی که از سوی خداست، این مهمان رو فرستاده برای تو، بعد چگونه را تو بری به استقبالش؟ عبوس میشی یا خوشحالی؟ شکر خدا میگی که خدایا مهمانت فرا رسید، برم به استقبال این مهمان. همیشه با شکر نعمت هست که نعمتت افزون میشه و حفظ میشه. دقت کنید، لئن شکرتم لازیدنکم. شکر پس نتیجه چیه؟ زیاد شدن نعمت هست. با شکر نعمت رو حفظ میکنی. شکر این نیست که انسان فقط به زبان میگه، که عملا هست. اعملوا آل داوود شکرا، شکر انجام بدیم، در راه رضای خدا به کار ببریم، نه اینکه انسان بیاد کارهای خلاف شرع رو انجام بده، حرام انجام بده. خیلی وقتا میبینیم تو توییتر و جاهای دیگه به زبانهای مختلف طرف میبینی که کار اصلا فعالیتی که میکنه دایره فعالیتش حرام هست، بعد میگه که شکر خدا که من در این مثلا مسابقه هم که گذاشتن در این مورد من برنده شدم، اول شدم، داره شکر خدا هم میکنه. خب این عمل تو از اصل حرام هست، نادرست است. حالا اول شدی میگه که شکر خدا که من الحمدلله که اول شدم. یک انسان نعمتی که خدا بهت میده باید در رضاش به کار ببره. لعزیدنکم اینجاست. ولئن کفرتم این عذابی لشدید. کفران نعمت کردید، عذاب خدا دردناک هست. چوبی که خدا به تو میزنه بد هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم همطور که گفتیم وقتی که این ماه فرا می رسید یارانشون بشارت می دادن، خوشخبری بهشون می دادن که این مهمان فرا رسیده، داره میاد این مهمان. قد جاءکم رمضان شهر مبارک کتب الله علیکم صیامه، تا آخر این روایت که هست. خوشحال شدن پس و به استقبال رفتن، بشارت دادن دیگران، به همدیگه بشارت بدیم، تبریک بگیم که این ماه فرا رسیده، ماه رحمت هست، ماه مغفرت هست، ماهی است که درهای بهش باز میشه، درهای جهنم بسته میشه، خداوند دعاتو قبول میکنه، کسانی هستن که از جهنم نجات پیدا کردن بهشتی میشن. این بشارت رو هم دیگه بین خبر رو بدیم. خب مردم میان یه وقتایی یه امکان داره ایام و روزهایی را به عنوان حالا مناسبت‌های ملی خودشون قرار میدن، به هم دیگه مثلا تبریک هم میگن. الان این ماه، این میهمانی که خدا فرستاده و درش طاعات و بندگی برای خداست، درش فسق و فجور و لهو و لعب دیگه نیست، همه پاک شدن نفس انسان هست. هر برنامه‌ای که این میهمان داره برای پاک شدن ماست که ما را به سوی خدا داره
سوق میدهد، هدایت میدهد. پس انسان خوشحال بشود به همدیگه تبریک بگیم که این ما فرا رسیده. خب همچنین دقت کنیم ما بایستی برای اینکه بتونیم از این میهمان، از برکات و رحمات این میهمان بهره ببریم، باید یه برنامه ریزی داشته باشیم. عملا بایست یک ما برنامه داشته باشیم. میکنی در ابتدا که این میهمان عزیز وارد میشه، میبینیم که مساجد به خصوص نماز صبح ماشاءالله مسجد پر هست. دیگه به مرور دهه اول که تموم شد، دهه بعدی میبینیم که کمتر شده، دهه آخر که دیگه مکانت بیشتری داره تعداد کمتر شده متاسفانه. یه شور و شوقی در ابتدا در به استقبال رفتن این میهمان دارن، بعد این شور و شوقشون دیگه هی ضعف میشه، این نوری که داشتن این نور هی ضعیف میشه. اینه که انسان بایستی همیشه، چرا وقتی که این حدیث میگه که هر شب فرشته داره ندا میزنه، الان ما باید یک برنامه ریزی داشته باشیم. نمیشه که این میهمان اومده و ما بدون یک برنامه ریزی درست حسابی به استقبالش بریم. باید برنامه ریزی داشته باشیم که بتونیم از برکات و رحمات این میهمان استفاده کنیم. خب ما مثلا میگه که خب به عنوان مثال اگر بیشتر از یک مسجد هست، میگه که مثلا در این مسجد و اون مسجد من نماز میخونم، چند شب این مسجد چند شب اون مسجد، یا میخواد امامت رو به عهده بگیره، هر برنامه‌ای که هست. بعد بحث قرآن خوندن میشه، این خیلی مهم هست، چون ماه قرآن هست، ماه خوندن قرآن هست، ماه نزول قرآن هست. اینه که این ماه انسان مشخص کند که چقدر میخواد قرآن بخونه، هر روز چند جز بخونه، وقتهایی که مشخص میکنه. خب هر کس وقت خودش میدونه دیگه که چه وقت میتونه بخونه. ما اگر حتی یک برنامه ریزی درست داشته باشیم، حداقلش میشه 5 جزء بخوند، حداقلش در روزهای عادی. در روزهای عادیمون ما اگه یک برنامه ریزی درست داشته باشیم، روزی 5 جزء رو به راحت میتونیم بخونیم. 5 نماز داریم، برای هر نماز یک جز قرار بدیم. حالا چه از قبل از نماز انسان زودتر بره به مسجد همراه اذان، یا قبل از اذان، بعد از اذانش هم سنتش میخونه و جزوشو کامل میکنه. 5 جز ما میتونیم در هر روز به راحتی در هر وعده نماز یک جز بخونیم، یک روزمون 5 جز کامل کنیم. حالا ماه مبارک رمضان میاد و ما بایستی برنامه ریزی داشته باشیم برای قرآن خوندنمون. اینگونه نباشه که هر وقت شد به کیفمون قرآن بخونیم. نه، این بدترین نوع زندگی است که ما تعاملمون با قرآن بر اساس کیفی باشه. کی وقت کردم قرآن بخونم؟ نه، مثل باقی کارات که برات ارزش داره و وقت میذاری، الان برای خواندن قرآن هم وقت بذار، بخونیم. نذاریم اون وردمون از قرآن، ورد یا اوراد، وقت می ورد یعنی رفتن سر چشمه هست، رفتن سر چشمه و بازگشتن سر چشمه هست، وارد شدن به سر چشمه که آب میخورید، یعنی این رفتن به سر چشمه حیات. ما روزانه برای خودمون وقتی قرار بدیم که کی میخوایم بریم، کی میخوایم قرآن بخونیم، کی میخوایم روحمون شاد کنه. اینه بایستی ما
مشخصش کنیم و مشخص کنیم حتی که چقدر قرآن بخونیم و همچنین خب بایستی انسان احکام روزه رو بدونه. احکام روزه دونستن خیلی مهم هست، نه اینکه دیگه وقتی که انسان واقع شد مرتکب یک مثلا یک اشتباهی شد اون وقت سوال کنه. بایستی انسان مؤمن زمانی که یک کاری رو میخواد انجام بده با علم و آگاهی وارد اون کار شود. حالا قبل از اون نیازی نیست حالا مثلا شما احکامش ندونید. شما وقتی میرید حج عمره بایستی این احکامش رو بدونید، ارکانش بدونید که چه چیزی باید انجام بدید، چه چیز نباید انجام بدید که حجتون درست باشد. روزه انسان میگیره باید بدونه. حالا قبل از ماه مبارک رمضان حالا ندونست، الان باید یک مراجعه کند بخوند، به خصوص الان که خیلی راحت هست و به راحتی می شود احکام روزه رو پیدا کرد، چه چیزی درست هست چه چیزی درست نیست. این انسان باید یک برنامه ریزی داشته باشه در این مورد. میخوای مثلا در افطار صائم مشارکت داشته باشه، این مشارکت چه مالی باشه، مثلا مشخص میگه من اینقدر میخوام برای افطار صائم میدم، یا خودتون میخواهید مشارکت داشته باشید در توزیع افطاریه. خب اینا همه برنامه ریزیست دیگه. بحث خیلی مهم هست، امکان داره خیلی جاها این دقت نکنند، نظافت مسجد، معطر کردن مسجد. ماه مبارک رمضان هست، مسجد معطر بشود، مسجد تمیز باشه خیلی مهم است. و طهر بیت للطائفین، خداوند به ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام این سفارش میکنه که خونه منو پاک کنید. این پاک کردن هم معنوی است و هم حسی و مادی. حسی مادیش اینه که فرش مسجد تمیز باشه، محل وضو گرفتن تمیز باشه، مسجد معطر باشه، بوی بد نیاد، آشغال ریخته نشود، نظافت مسجد. این جزء برنامه ریزی های همه ما باید باشد. هر مسلمانی، ما برای نظافت خونه خودمون خب سعی و تلاش میکنیم، چرا برای نظافت مسجد انسان اهمیتی ندهد؟ مسجد را آماده کردن برای عبادت. شما وقتی خونه خودتون مثلا آماده هست برای استراحتتون، مسجد باید آماده شود برای عبادت، که انسان میاد اونجا عبادت میکند با خیال راحت. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که بوی بد ازش میاد نیاد به مسجد؟ و حداقل یک بار در اون زمان گفتن که باید غسل کنند. خب اون زمان بود، با توجه به اینکه تازه غذاشون سالم بود، این همه مواد شیمیایی که دیگه مثل الان که به خورد خودمون داده میشه، کنها که اصلا مواد شیمیایی نداشتن، طبیعی بود. با این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که واجب هست که حداقل یک بار روز جمعه غسل کنن، تمیز باشن، لباس تر و تمیز بپوشن بیان به مسجد. اجتماع مردم هست، پس مسجد رو باید ما آماده کنیم. نیاز به مثلا سرمایش داره، گرمایش داره، هر چیزی که باشه، بعد اینها هم انسان برای مسجد آماده کنند که انسان بتونه با خیال راحت عبادت انجام بده، انجام دادن طاعات و عبادات. وقتی خداوند این همه درهای رحمت و گشوده باز کرده، در بهشت باز کردن، در جهنم و بستن، رؤوس شیاطین به غل و زنجیر کشیده شدن، منادی فرشته ندا میزند که بیایید به طرف رحمت خدا، حالا ما باید کوتاهی کنیم برای در مسجدامون مسجد تمیز نباشه، بوی بد بیاد، یا یک انسانی بیاد بوی بد ازش میاد، یا مسجد گرم باشه، یا مسجد مثلا سرد هست، بد گرم باشه اما مسجد سرده، مسجد باید
خنک باشه، این مسجد گرم هست. مسجد را بایستی ما آماده کنیم برای این عبادت، برای استقبال این میهمان بزرگ. خب و گفتیم که واقعا دعا کنیم که خدا به ما توفیق بدهد که بتونیم از این میهمان به خوبی پذیرایی کنیم، از خدا بخواهیم که به ما کمک کند که این ایام معدودات، این چند روز رو در طاعات و عبادات سپری کنیم. از خدا بخواهیم. وقتی ما از خدا بخواهیم، خدا کمک میکنه. قبلا هم گفتیم، علما دائما میگن که انسان حتی اگر به یک گناهی مبتلا شده باشه، عادت کرده بهش، گناه که مرتکب میشه ناراحت هست، اینجاست که اگه انسان دعا کند واقعا صادقانه و خالصانه که خدایا من پشیمون هم، نفسم بر من غالب میشه، کمکم کن که از این گناه نجات یابم، خدا کمکش میکنه بدون شک. یعنی ما بایستی در اینجا واقعا صادقانه از خدا بخوایم، دروغ نگیم به خودمون، به خدا دروغ نگیم. پشیمون هست، گناه کرده، صادقانه از خدا بخواد، خدا کمکش میکنه. خدایا کمک میکن، من نمیتونم، من عاجز ناتوان هستم، خدایا کمک میکن، میخوام از این گناه نجات پیدا کنم، خدا کمکش میکنه. حالا در طاعات و عبادات هم همین گونه هست. ما دوست داریم یک طاعات و عبادتی رو انجام بدیم، واقعا صادقانه دوست دارم، از خدا بخواهیم خدا کمکمون میکنه، میتونیم انجام بدیم، خدا میسر میکنه. الان هم صادقانه از خدا بخواهیم، ماه بین ماه برسیم، بتونیم روزه بگیریم، روزه درست باشه، تراویحمون بخونیم، نمازها به وقتش بخونیم، تو جمع بخونیم، به جماعت باشه، میخواد قیام اللیل هم داشته باشه، صادقانه از خدا بخواهیم، خدا کمکمون میکنه. خدا این وقت بنده ای که صادق است به حال خودش رها نمیکنه، این یقینو داشته باشیم. خب بریم به پیام های بینندگانمون. بله بینندمون پیام های فرستادن که میگه که این روزها این مطالب در بین مردم دست به دست میشه، خرافات رو در لای زر ورق و با زبان به اصطلاح روشن فکران به خورد مردم میدن. واقعا همین گونه است، خیلی چیزها میاد، مثلا به عنوان مثال آوردن، میگن که ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است، از این رو تعداد مؤمنان بسیار بیشتر از متفکران هست. خب واقعا یک سخن خیلی غلطی است، اما یک سخنی است که خیلی زرق و برق داره برای خیلی ها. خانم میگن کسی که ایمان داره اهل عقل نیست، اهل تفکر نیست، برعکس. قرآن چقدر اصلا میگه که لقوم یعقلون، قرآن برای مردمان است که اهل عقل هستن، اهل تعقل هستن. ولی اینها متفکر رو کی میگن یا روشن فکر به کی میگن؟ روشن فکر اون کسی میگن که حالا ایمانی به خدا نداره، میاد بر احکام خدا، دستورات خدا، دین خدا خورده میگیره، اعتراض میگیرد، خود را عقل کل میدوند، خودش و انسانهای مثل خودشون را عقل کل میدونند و هر چیزی که خودشون اعتقاد داشته باشند اونو بر حقیقت میدونند. یا این میگن که این که میگن که زن حجاب داشته باشه تا مرد به گناه نیفتد، مثل این است که بگویند خورشید نتابد تا بستنیامون آب نشود. خب پس مالت هم حفظ نکن، همه اصلا چیز خیلی غلطی است. این استدلال هایی که اینها میکنن در این مسائل و این مثال های قیاس هایی که میکنن که بخوایم در امور زندگی بیاریم، اصلا معلوم میشه که خیلی یک قیاس باطل و غلطی است. با این کلم و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم. خب در سوره مبارکه چیز میخونیم انعام، اونجا که خداوند میفرمایند که
زخرف القول به همدیگه یاد میدن، به همدیگه میرسونن. زخرف یعنی چیزی که یه زرق و برقی داره، هیچی هم نیست. مثلا ما میگیم مزخرف، درسته؟ یه سخن که اصلا بیهوده است میگیم مزخرف، یه کلمه عربی است. یعنی این که این آراسته شده فقط، یه حرف باطلی است. اینا زخرف القول در ظاهر سخنان زیبایی است، اما هیچ چیزی نیست، باطل هست. این چیزهایی که متاسفانه امروزها هم به قول این بیننده عزیزمون میگن همین گونه هست. پیام بیننده هست که شیعان میگن وقتی علی فهمید خلیفه را انتخاب کردن گله کرد که چرا به او خبر ندادن بیاید و حاضر باشه، چرا که دوست داشت در امر انتخاب خلیفه مشارکت داشته باشه، اما نگفت چرا من را انتخاب نکردید و نگفت چرا مرا کندید امر خلافت نکردید. حقیقتاً طور که این بیننده میگن حضرت علی اون چی در روایت بخاری است، وقتی که میاد با ابوبکر رضی الله عنه صحبت میکنه میگه که ما فضیلت تو را انکار نمیکنیم و من به حساب منافس با تو نیستم، من رقیب تو توی خلافت نبودم، اما دوست داشتم که در این قضیه با ما هم مشورتی بشود. این کل قضیه بود که حضرت علی رضی الله عنه به حضرت ابوبکر صدیق خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن. نه اینکه خودشو به عنوان اصلح میدونست که من حقم هست، نه، آنچه که در صحیح بخاری است و این گونه حقیقت هم هست اینه که حضرت علی رضی الله عنه خود را به عنوان یک رقیبی که بتونه با ابوبکر رقابت داشته باشه در انتخابات اصلا نمیدونستن. گفت ما اصلا، من در این قضیه اصلا با تو رقابتی ندارم، نمیتونم رقیبت باشم. فقط بحث این بود که در این قضیه اساسی و مهم هم با ما یه مشورتی بشه. بله، این پیام بیننده باز هم اینه که پیامیست به برادران شیعه، میگه که بدونید وقتی پیامبر در حج، آخرین حجش بود دیگه، حجت الوداع، گفت که قرآن آیه نازل شد که دین کامل شده. وقتی که دین کامل شد نتیجه چیه؟ که وحی قطع شده دیگه و جبرائیل بر پیامبر از جانب خدا فرمان جدید نمی آورد. حال فکر کن در غدیر خم یا در لحظات پایان عمر پیامبر از طرف جبرائیل سخنی نداشته که بگوید، ولی شیعان اعتقاد دارن تا لحظات آخر عمر پیامبر با جبرائیل ارتباط داشتن. و حالا بعد، حالا کاش این که خوب بود، حتی با وفات پیامبر هم جبرائیل همطور ادامه داشته اومدنش، وحی ادامه داشته و وحی قطع نشده، میگن بر امام نازل میشه دیگه، وحی بر امام نازل می شود. خب، پیام بیننده، خواهش میکنم سوال و مطرح بفرمایید. خب پیام بیننده مون الان یک کمی طولانی است که میفرمان که موضوع امامت هست که به عنوان که یک فکر اسلامی نیست. میگه چرا نیاز باشد که پیامبر امامت علی را اعلان کند؟ ثانیا مگه امامت از جانب خدا نبوده؟ خب چرا خداوند متعال جبرائیل امین رو مستقیم بر حضرت علی نفرستاد؟ مگه خمینی نمیگفت جبرائیل امین بر فاطمه نازل میشد؟ آیا مقام حضرت علی از مقام حضرت فاطمه کمتر بوده؟
با توجه به ولایت تکوینی علی، خب چرا بر علی نازل نشد و نگفت تا امام بعد پیغمبری به مانند پیغمبر محکم بیست، اعلان کن که من امام من عند الله هستم دیگه، همطور که رسول الله این کار انجام میدادن. سومن پیامبر که به خاطر رسالت با عموهاش، اقوامش و کل مکه قطع رابطه کردن دیگه، باش دشمن شدن، نترسید. خب چرا حضرت علی به خاطر امامت قید قوم و قبیله و اصحاب رو نزدن؟ چرا حاضر نشدن که در برابر اینهایی که غصب خلافت کرده اند او را از این امامت الهی دور کردن، چرا در بر اونها در برابرشون نایستاد؟ 25 سال و بعدم که اون نزدیک به 5 سالی که خودشون خلافت داشتن. خب که اون ولایت تکوینی میگه دیگه بس به درد چی میخورده. خب بحثشون دیگه بیشتر از این طولانی است. سوال بیننده این است در مورد اینه که موقعی که انسان اگه روزه هست، در موقع روزه انسان نظافت شخصیش رو رعایت کنه. خب باید باشه، چه در روز رمضان چه در شب، نظافت شخصی که هیچ اشکال نداره، این چیزیست که تشویق شده به اون. یکی از اموریست که نظافت شخصی خیلی مهم هست و میشه پاک بودن انسانو به طاعات و عبادات بیشتر تشویق میکنه، راحتتر میتونه انسان طاعات و عبادات انجام بده. تو وقتی که مثلا شما نیاز مثلا انسان به یک حمامی داره، استحمام کنه، یه دوش بگیره، ببینید که این دوش گرفتن واقعا به انسان در طاعات کمک میکنه. نظافت شخصی هیچ اشکال نداره، خیلی خوب هم هست. خب پیام های بینندگان ماشاءالله خیلی زیاد هست، اما بیشتر پیام های صوتی است که ما پیام های صوتی رو معذرت میخوام که نمیتونیم پیام های صوتی رو داشته باشیم. چقدر وقت داریم؟ من یک مسئله رو، خب یه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکی بحث دیروز بود کم مطرحش کردیم، باز یک بیننده فرستاده، بحث هدایت هست که همیشه هدایت ما از خدا بدونیم. یعنی خیال نکنیم که اون کسی که بر راه راست هست اینو به خودش نسبت ندهد، بلکه این هدایت یافتن، هر نعمتی که داریم همه را از خدا بد بدونیم. انسان مؤمن، ما در هر رکعت نماز میگیم که چی؟ صراط الذین انعمت علیهم، راهی آن کسانی که تو بر اونها انعام دادی، تو بهشون دادی. در سوره نساء میخونیم که فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، خدا بر اونها انعام داده است. بهشتیان وقتی که وارد بهشت میشن چی میگن؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا، ما را هدایت داد به این. همه چیزو باید از خدا بدونی، هر نعمتی که داریم از خدا بدونیم، از فضل خداست، نه اینکه بگی که از خودم هست، مستحقش هستم. قارون گفت که انما اوتیتو على علم عندي، من خودم علمش داشتم. همیشه هر چی که داری از خدا بدون. دعا کردی، این فضل خدا بر تو بوده که دعا کردی، کار خوبی کردی، خدمتی به خلق خدا کردی، صدقه دادی، دلی را به دست آوردی، همه را فضل خدا بدون. از خودت ندون، از زیرکی و هوشیاری خودت ندون، به خودت غره نرو. همه اینها انعام خدا بر انسان هست، هدایت خداست، اینو فراموش نکنی. هر چی که داریم همه از خداست، هر نعمتی داریم از خداست.
نفسمون ما را فریب نده، شیطان ما را فریب ندهد که خود را یک خدای قرار بدیم که بله من میتونم و اینو از ذات خودمون میدونیم. اینجاست که انسان یک نوع احساس داره بی‌نیازی از خدا میکنه، میگه همون گونه که خدا همه کاره جهان هستیست، من هم خودم بدون نیازی به الله این کار انجام دادم. نه، انسان خیلی کوچکتر از این هست، چیزی نیست در این جهان که بیاد ادعای خدایی کند. پس نعمتی که داریم بزرگ کوچک هر چی که هست از خداست. وضع مالیت خوبه؟ از خدا بدون، نگو که زیرکی خودم، برنامه ریزی خودم. درست هست نیاز به برنامه، اما اگه توفیق خدا نبود خب هیچ وقت. همه اینها رو از خدا بدونیم. طاعات و عباداتی داریم از خدا بدون، از فضل خدا بدون. خدا به تو این توفیق داده. همیشه اینو به خودمون بگیم که هر چی داریم من از خداست، خدا بهم داده، خدا به من داده، خدا این توفیق داده. اگه توفیق خدا نبود که چی. خب وقت برنامه هم کاملا تموم شد و انشالله که بتونیم به استقبال این مهمان بزرگ بریم، آمادگی داشته باشیم برای استقبال این مهمان عزیز و بزرگ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.